دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه در قصر سفید حین ملاقات با 27 نفر از پیروان ادیان و مذاهب مختلف از 17 کشور جهان گفت که ما در کنارمان افرادی از کشورهایی را داریم که به خاطر مذهبشان با آزار و اذیت و خشونت فراوان روبرو شدند. آقای ترامپ در این دیدار از شکیبایی و استقامت این افراد تحسین به عمل آورد که به گفته وی به خاطر مذهبشان به زندان افکنده شده و با تهدید مواجه بودند. In America, we've always understood that our rights come from God. ما در امریکا همیشه می دانستیم که حقوق ما از جانب خداوند است، نه از طرف حکومت. در قانون آزادی های مدنی، نخستین آزادی، آزادی دینی است. هر یکی از ما حق داریم تا از آنچه وجدان و تقاضاها و خواست دین ماست پیروی کنیم. ما می دانیم که اگر مردم آزادی انجام مناسک دینی خود را نداشته باشند، در آن صورت تمامی آزادی ها در خطر قرار گرفته و واضح بگویم که آزادی معنای نخواهد داشت. آقای ترامپ افزود که به همین دلیل امریکایی ها هرگز در تلاش خود برای دفاع و ارتقا از آزادی مذهبی کوتاه نخواهند آمد. در میان افرادی که با رئیس جمهور ترامپ ملاقات کردند، مسلمانان از کشورهای افغانستان، سودان، پاکستان، چین و نیوزیلند حضور داشتند که هر کدام در صحبت با رئیس جمهور در مورد آزار و اذیت که در کشورهایشان متقبل شدند با وی صحبت کردند. در میان 27 نفر از پیروان ادیان و مذاهب مختلف در قصر سفید، 4 تن آنان از چین بود. جوهر الهام، مسلمان اویغور چینی، به رئیس جمهور ترامپ گفت که حکومت چین پدرش را که یک پروفسور اقتصاد و مدافع حقوق اقلیت‌های مسلمان اویغور است، در سال 2014 به اتهام اقدامات جدایی طلبی به حبس ابد محکوم کرده است. اقدامی که در همان زمان توسط ایالات متحده و گروه‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر محکوم شد. اما در واکنش با موضع‌گیری قصر سفید در قبال اقلیت‌های چینایی، حکومت چین اتهامات آزار و اذیت مذهبی و حقوق بشری علیه مسلمانان اویغور را رد کرد و به روز پنجشنبه از واشنگتن خواست مداخله در امور داخلی چین را متوقف کند. باید واضح سازم که وضعیت به اصطلاح آزار و اذیت دینی در چین وجود ندارد. از ایالات متحده می‌خواهیم پالیسی های دینی و وضعیت آزادی دینی را در این کشور به درستی بنگرد و مداخله در امور سایر کشورها را متوقف سازد. سام براونبک، نماینده آقای ترامپ در امور آزادی مذاهب، در قصر سفید گفت که حکومت کنونی آمریکا اقدامات اضافی را در مورد آزادی مذاهب در نشست امروز پنجشنبه وزارت خارجه این کشور اعلام خواهد کرد. مسیحیان کشورهای میانمار، ویتنام، کوریای شمالی، ایران، ترکیه، کیوبا، اریتریا، نایجیریا و سودان، یهودیان یمنی و آلمانی نیز در ملاقات با رئیس جمهور ترامپ در قصر سفید حضور داشتند. نادیا مراد، ایزیدی عراقی، برنده جایزه صلح که اسارت گروه داعش را سپری کرده نیز در میان ملاقات کنندگان با رئیس جمهور بود. او گفت که با وجود اعلام شکست گروه داعش، هنوز هم حدود 3000 زن و کودک ایزیدی در اسارت آن گروه قرار دارند. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. This gentleman was at Christ Church in the shootings of the mosque.